به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و سلسله دیگری از برنامه های خط آتش رو تقدیم حضورتون میکنیم. خواست محوری جامعه دینی رژیم جمهوری اسلامی است و این خواست به دستور روز جامعه بدل شده است. در این چارچوب مسئله اتحاد اپوزیسیون مورد بحث است و توسط رسانه ها و اپوزیسیون بحث های مختلفی در ارتباط با چگونگی اتحاد نیروهای اپوزیسیون مورد بحث قرار گرفته است. در برنامه امروز خط آتش ما نظرات چپ و راست رو در ارتباط با اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون و اینکه این اتحاد چقدر عملی است، راه های عملی اون به چه شکلیه و اینکه آیا اصلا عملی است و یا نه، و مسئله محوری سرنگونی رژیم اسلامی نظرات برنامه مهمانان برنامه امروز آقایان علی جوادی و آقای شایان آریارو در برنامه بار دیگر خواهیم داشت. با سلام به شما علی جوادی و با تشکر که در برنامه امروز خط آتش بار دیگر با شما خواهیم. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز و همچنین آقای شایان آریا سلام میکنم. آقای شایان آریا با سلام به شما و با تشکر که بار دیگر با شما در برنامه خط آتش. خیلی ممنون. منم درود دارم خدمت آقای جوادی، شما آقای احمدی، همه بینندگان و شنوندگان عزیز. با عرض تبریک به تمام هموطنان مسیحیمون به خاطر کریسمس، امیدوارم که سال نو خوب و خوشی در پیش داشته باشیم. خیلی ممنونم علی جوادی. من از سال اول رو از شما میپرسم در ارتباط با اتحاد نیروهای مختلف اپوزیسیون، نظر شما و نظر. ببینید، وقتی که در رابطه با اتحاد نیروهای اپوزیسیون صحبت میکنیم، باید ببینیم که کدوم نیروها رو مد نظر داریم. مثلا در درجه اول نیروهای اپوزیسیون که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، این واقعیت رو مشاهده میکنیم که به طیف‌ها و یا قطب‌های متفاوت سیاسی در جامعه متعلق هستند. ما از یک طرف جنبش کمونیسم کارگری رو داریم که سرنگونی جمهوری اسلامی در یک شکل یک انقلاب اجتماعی، انقلاب توده‌ای، حلقه‌ای در راه رسیدن به اهداف پایه‌ای خودش مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه و سعادت مردم در جامعه هست. از طرف دیگه طیف ناسیونالیسم پروغرب رو داریم، جریانات راست جامعه که اونها هم به هر حال حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوان و اشکال متفاوتی از کنار زدن جمهوری اسلامی رو مد نظر دارن. و در حاشیه اینها شاید بشه گفتش که جریان قائم به ذات و منحصری رو داریم که مجاهدین هستن، که اونها هم از صحنه دسترسی به قدرت سیاسی کنار زده شدن و در موقعیت اپوزیسیونی و سرنگونی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. واقعیت به نظر من اینجاست که این قطبهای سیاسی از سرنگونی جمهوری اسلامی اهداف کاملا متفاوتی رو دنبال میکنن و این اهداف متفاوت اساسا قابل جمع نیست، قابل ریخته شدن در یک ظرف مشترک نیست و شاید هم به اهداف مورد نظر به هیچ وجه منتشر نشه. از نقطه نظر ما امروزه حلقه گرهی و حلقه اصلی برای پیشبرد امر مبارزه در مقابله با جمهوری اسلامی اتحاد نیروهای اپوزیسیون راست و چپ نیست. ما برای سوسیالیسم، برای رهایی و خلاصی انسانها مبارزه میکنیم. راست برای یه جامعه سرمایه‌داری، بعضن بعضی گرایشاتش برای ابقای سلطنت در ایران، بعضی گرایشاتش برای یک جمهوری به اصطلاح ایرانی ناسیونالیستی مبارزه میکنن و این اهداف به هیچ وجه قابل جمع نیستش. نتیجتاً مسئله به جای اینکه در رابطه با اتحاد نیروهای اپوزیسیون صحبت کنیم، باید این صحبت کرد که از نقطه نظر ما چه مسئله‌ای محور امر پیشبرد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. من فکر میکنم اتحاد نیروهای اپوزیسیون نه ممکنه، تجربه تاریخی تاکنونی نزدیک به 4 دهه نشون داده که ممکن نبوده و مطلوب هم نیست، چرا که با مخرج مشترک گرفتن با سیاست همه با هم اهداف رادیکال، آزادی خواهانه و برابری طلبانه هستش که عملا خاک بهش پاشیده میشه و مردم از این سیاست هایی که خلاصی همه جانبه جامعه رو از شر جمهوری اسلامی و سیستم اقتصادی مبتنی بر اون، یعنی
سرمایه‌داری خلاص میکنه اتفاقا خاک به چشمش میپاشه. آقای شایان آقای نظر شما ارتباط با اتحاد اپوزیسیون بین نیروهای راست و چپ شد؟ ببینید این یک امریست که خب به هر حال باید صورت بگیر، یعنی خواست جامعه هست، خواست عرشبت که اکثریت مردم چه در داخل و چه در خارج هست که به هر حال نیروهای اپوزیسیونی که با جمهوری اسلامی مخالف هستند بتوانند بر سر یک اصولی با هم همکاری بکنند، با هم گرد هم بیان و برای نجات کشور و مردم از این وضعیت اسفباری که در اون گیر کردند بتوانند با هم همکاری بکنند و بتونند یک نیروی متحد بزرگی رو تشکیل بدن که جمهوری اسلامی رو عرشبت که بتواند از پای در بیاره عرشبت که. ولی اینکه خب طبیعتا مشکلاتی بر سر این راه هست که به نظر من بیشترین مشکل بر سر این راه این هست که بسیاری از گروه های اپوزیسیون اولویت هاشون با هم متفاوت هست، به این معنا که همه از بین رفتن جمهوری اسلامی رو همچنین که آقای جوادی فرمودن میخوان، همه میخوان که به هر حال مملکت از این وضعیتی که درش گیر کرده نجات پیدا بکنن، ولی اولویت هاشون یکی نیست، به این معنا که فرض بفرمایید که همه این رو میخوان، همه میخوان که فرض بفرمایید که دموکراسی بشه بعد در مملکت، اکثریت میخوان که عرشبت که حقوق بشر در کشور رعایت بشه بعد، همه میخواهند چیزهایی که همه گفتند و میخوان، ولی بعضی از گروه های اپوزیسیون اولویتشون عرشبت که فرض بفرمایید حالا حفظ جمهوریت نظام هست، این چیزی که میگن نظام، اولویتشون برای این هست که جلوی فرض بفرمایید بازگشت یک نظام پادشاهی حتی به نوع به شکل پارلمانی و 100% دموکراتش رو عرشبت که بگیرن. اینجا هست که وقت مشکل به وجود میاد، به این معنی که وقتی که اولویت های این اپوزیسیون با هم متفاوت هست عرشبت که اون وقت مشکل به وجود میاد و نمیتوانند با هم همکاری بکنند. مثلا همونجوری که آقای جوادی فرمودن مثلا اولویت های حزب کمونیست کارگری با اولویت های فرض فرمایید حزب مشروطه ایران یا گروه های دیگه ممکن متفاوت باشه و به همین خاطر هم همکاری اونچنانی در رابطه با نابودی نظام جمهوری اسلامی خب مشکل می شود. عرض شود که ما تا اونجایی که ما مربوط هست و به شاهزاده رضا پهلوی تا اونجایی که من میدونم مربوط هست، اصل مطلب از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی، اصل مطلب فرصت دادن به مردم هست که بتوانند نظام آینده کشور رو، چارچوب آینده کشور رو خودشون تعیین بکنن با رأی خودشون و تا زمانی که این آینده دموکراتیک باشه عرشبت که مردم بتونن در اون به خواستهاشون برسن، حقوق بشر درش رعایت بشه، کسی مورد اذیت و آزار به خاطر عقایدش، چه عقاید مذهبیش، چه عقاید اجتماعیش، چه عقاید سیاسیش قرار نگیره، راه برای ما برای همکاری با همه گروه ها باز هست، همونجور که مثلا ما روابط خیلی نزدیک با فعال بفرمانت حزب سکولار دموکرات ها داریم، با دیگرانی همکاری هایی داریم. این است که به هر حال به نظر من مشکل اصلی بر سر این اولویت ها هست. هر گروهی که بتواند این خواست نوع نظام آینده رو که حالا جمهوری باشه یا پادشاهی باشه این رو به رأی مردم بگذاره و واقعا مخالف جمهوری اسلامی باشه و خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی باشه و نه حالا یک قول معروف بزکش بکنن که یه ذره به اصطلاح معتدل تر بشه بعد و این بازی هایی که در عرض این 40 سال خیلی ها رو دیدید انجام دادند و کردند، این هست که راه باز هست، خیلی ها همکاری با هم میکنن، ولی خب اون اندازه‌ای که مردم انتظار دارند واقعا
نشده به خاطر همون اولویت ها و این خواستی که خیلی ها به اصطلاح نگران این هستن که اگر فرض بفرمایید نظام جمهوری اسلامی برود نظام پادشاهی می آید و اینها چون نمیخوان علاقه ای ندارن، مخالف هستن، دشمن هستن، هرچه اسمشو بخواید بگذارید. این است که جلوی همکاری رو میگیرن و همکاری نمی کنن و از اون بدتر تازه سنگ اندازی هم خیلی ها انجام میدن که این متاسفانه مایه تأسف است و این خواست مردم ایران نیست واقعا، به خاطر اینکه مردم ایران گرفتاری هایی دارن و اونها به اصطلاح میخواهند از این وضعیت نجات پیدا بکنن و خیلی هاشون این بحث های درون اپوزیسیون رو واقعا درک نمیکنن و نمیفهمن که چرا اینقدر به اصطلاح مخالف و دشمنی با هم وجود داره. جوادی هم تمام کنیم که من مظهر علی جوادی هم بپرسم. علی جوادی شما در ارتباط به نکاتی که آقای برایان مطرح کردن نظرتون چیه؟ ببینید به چند نکته بعد اشاره کرد. به نظر من اگر بخوایم واقع بینانه به مسئله و بدون به دور از محاسبات سرانگشتی یا توسل به احساسات اولیه جامعه بخوایم نگاه بکنیم و من میپذیرم در بخش‌های زیادی از جامعه این احساس وجود داره که اگر نیروهای اپوزیسیون با هم دیگه متحد بشن، اپوزیسیون چپ و راست عمدتاً مد نظر هست، عمر جمهوری اسلامی کوتاه‌تر میشه. خود این فرض رو میشه عمیق‌تر بهش پرداخت و این به اصطلاح معادله رو مورد بررسی عمیق‌تر قرار داد. ولی واقعیت مسئله اینجاست اگر بخوایم عمیق به مسئله نگاه بکنیم، اینکه خود نیروهایی که به همدیگه نزدیک‌تر هستند و از نقطه نظر ما به یک جنبش اجتماعی تعلق دارن، مثلا نیروهای متفاوت راست، حزب سکولار دموکرات، حزب مشروطه، حزب مشروطه خط مقدم، حزب گروه خشم یا برفرض گروه‌های متعدد طرفدار نظام پادشاهی و سلطنت، سوال اینه که چرا تاکنون نتونستن متحد بشن؟ و یا همچنین در طیف چپ و طیف نیروهای کمونیست و چپ در جامعه ما شاهد دستبندی‌ها و گروه‌های سیاسی متفاوتی هستیم. حزب کمونیست کارگری شاید بزرگترین نیروی جنبش کمونیسم کارگری باشه، اما نیروهای دیگه هم در درون صفوف جنبش کمونیسم کارگری فعال هستند و احزاب متعددی در این زامبیه وجود داره. و واقعیت اینجاست که این نیروها اگر بخوان واقعی فکر بکنن میدونن و اگر نخوان تبلیغات به اصطلاح تبلیغاتی رو مطرح کنن که صرفاً ساده انگارانه باشه، میدونن که با نیروهای خارج از جنبش خودشون نمیتونن به وحدت اصولی دست پیدا کنن. تا کنون نتونستن، بعد از این هم ممکن نخواهد بود و نه تنها ممکن نخواهد بود، از نقطه نظر ما مطلوب هم نخواهد بود. ببینید سرنگونی جمهوری اسلامی امر عاجل جامعه است، اما سرنگونی جمهوری اسلامی حلقه‌ای در راه رسیدن به اهداف اصولی و پایه‌ای هست که پیش از جمهوری اسلامی و پس از جمهوری اسلامی هم کماکان در جامعه موجود خواهد بود و این جنبش‌های اجتماعی برای رسیدن به این اهدافشون تلاش خودشون رو به اصطلاح ازش فارغ نخواهند شد، کوتاه نخواهند آمد و دنبال خواهند کرد. نتیجتاً مسئله این هستش که وقتی که از اتحاد نیروهای اپوزیسیون صحبت میکنیم، از اتحاد نیروهای نامتجانس صحبت کردن عملا به نظر من بیفایده است، بلکه از اتحاد نیروهای متجانس سیاسی باید صحبت کرد. هیچ کدوم از نیروهای راست و چپی رو که اسم بردیم حاضر نیستن با مجاهدین خلق به مرسابه یک جریان یه فرقه مذهبی به اصطلاح وحدت بکنن، هرچند که مجاهدین هم یک نیروی سرنگونی طلب هستند. هیچ کدوم از این نیروها حاضر نیستند با جریانات قوم پرست که هویت به اصطلاح ضد انسانی قومی رو به پیشونی جامعه میخوان الحاق بکنن و تحرکشون میتونه زمینه ساز جنگ های خونینی در تاریخ جامعه ایران باشه رو به اصطلاح متحد بشن یا اتحادی رو سازمان بدن یا بر سر اصولی به توافق برسن. و اگر نگاه بکنیم میبینیم که تلاش ها در درون صفوف جنبش هایی هستش که خانایی با هم دیگه دارن، مثلا حزب مشروطه و حزب سکولار دموکرات واقعیه، میتونن و به اصطلاح گام هایی هم در این راه برداشته شده، و یا در صفوف کمونیسم جنبش کمونیستی، جنبش علل عموم کمونیستی، نیروهای متفاوت کمونیسم کارگری و کمونیست رو میبینیم که همکاری ها و سیاست هایی رو دارن پیش میبرن و طرحهایی در این زمینه وجود داره. و میخوام و این نکته رو اشاره بکنم که از نقطه نظر ما
اتفاقا اتحاد نیروهای چپ و راست به نفع جنبش سرنگونی نیست، به ضرر جنبش سرنگونیه. این شاید برخلاف تصورات ساده انگارانه موجود در جامعه باشه که من دوست دارم پیرامونش بیشتر بحث کنم و این تز رو اثبات بکنم. خب آقای شایان آریا، برخی مطرح میکنن که برای اینکه عمر رژیم جمهوری اسلامی هرچه کمتر بشه، این نقطه کلیدی است برای پوزیسیون چپ و راست و جریاناتی که با هم میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن به اتحاد دست پیدا بکنن. شما فکر میکنین این مسئله چقدر میتونه درست باشه؟ خب ببینید، این مسئله درست هست. یعنی شما هر نظام دیکتاتوری رو که فرض بفرمایید در طول همین سالهای اخیر، در عرض این چند دهه اخیر از بین رفتن، سقوط کردن و نظام‌های دموکرات دیگری جایگزین اونها شدن، وقتی نگاه بکنید می‌بینید که اینها اپوزیسیون این نظام‌ها توانستند یا حالا یا با فشار، به خاطر فشار جامعه و یا به خاطر اینکه به این مسئله پی بردن که بهتر هست که اگر قرار است به 100% هر سبت که خواسته هاشون نرسن، حداقل به 50%، 60%، هر کدوم حالا هر حزب و گروه و دسته‌ای به اصطلاح میتونه برآورد خودش رو داشته باشه، برسن، بهتر از این که به هیچ یک از اهداف خودشون نرسن. و این یک بلوغ سیاسی میخواد و یک عرشبت که از خود گذشتگی میخواد که متاسفانه در بسیاری از گروه های ایرانی و اپوزیسیون وجود نداره، به این معنا که فرض فرمایید بعضی گروه ها هستن که اینها میگن یا ما 100% اون چه که میخواییم رو باید به دست بیاریم و یا اینکه همینه که هست، به اصطلاح حاضرن این وضعیت رو تحمل بکنن، این وضعیت رو به مردم به طور غیر مستقیم تحمیل بکنن صرفا به خاطر اینکه مایل هستن که به 100% خواسته هاشون برسن، غافل از اینکه جامعه به هر حال داره به طرف براندازی پیش میره، مردم روز به روز بیشتر و بیشتر عزمشون رو جزم میکنن برای اینکه این نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و گروه هایی که به اصطلاح 100% هستن و میگن یا 100% اون چیزی که ما میخواییم باید بشود یا اینکه ما کاری انجام نخواهیم داد، در این زمینه با کسی ائتلاف نخواهیم کرد، اونها به جبر اجتماع و به جبر تاریخ هر شبت که کنار گذاشته خواهند شد و بیشتر به ضرر خودشون خواهد بود تا اینکه بتوانن جلوی فرض بفرمایید که این روند رو بگیرن. این متاسفانه خب خیلی ها این به اصطلاح این دورنگاری و این بینش رو ندارن که متوجه بشن بهتر است که فرض بفرمایید حالا آدم به 50% خواسته هاش برسه تا اینکه به هیچ از اون خواسته ها نرسه. این است که این به نظر من گروه هایی که در این رابطه شبد که مقاومت می کنند و حاضر به هیچ همکاری با هیچ کسی نیستند، اینها به قول معروف گروه خودشون رو می کنند در رابطه با جامعه خودشون. علی جواد، شما در ارتباط با این نظری که برخی مردم میتونن مطرح بکنن که برای اینکه عمر رژیم جمهوری اسلامی هرچه کمتر بشه، اپوزیسیون راست چپ بهتره با هم دیگه به اتحاد برسن، و شما در صحبت قبلیتون مطرح کردن که این اتفاقا عمر جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر نخواهد کرد. ببینید، به نظر من حلقه اصلی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی با کم مشقت ترین و برای رسیدن به بالاترین اهدافی که خود توده‌های مردم مد نظر دارن و خواست و بیان فشرده‌اش زندگیشون و مبارزه‌شون هست، که برای آزادی، برای رفاه، برای برابری دارن مبارزه می‌کنن، برای جامعه انسانی دارن مبارزه می‌کنن، اتحاد نیروهای نامتجانس راست و چپ حلقه گرهی نیست، بلکه برعکس
گرد اومدن روی پرچم مبارزاتی هستش که به قاطع ترین شکلی امر مبارزه برای خلاصی و رهایی مردم از نکبت جمهوری اسلامی و برابری انسانها رو میتونه تضمین بکنه. به این اعتبار این حلقه گرهی اساس قضیه هستش. اگر نیروهای راست بیان متحد بشن با خواست نیروهای چپ، خب مثلا مسئله کاملا فرق میکنه و این میدونیم که نه ممکنه، نه امکان پذیر، نه عملی هستش و ما خواهان پدیده‌ای نیستیم که ممکن نیست و نمیخوایم تو جامعه توهمی ایجاد بکنیم. نتیجتا از نقطه نظر ما به انتخاب جامعه مبنی بر این که کدوم پرچم سیاسی، کدوم تحول اجتماعی باید از شر جمهوری اسلامی به اصطلاح در رأس جامعه قرار بگیره و شکل بگیره و جلو برده بشه، اون بیاد جلو، این مسئله محوری هست. تو این چارچوب ما فکر میکنیم اتفاقا پایفشاری روی پرچم آزادی، برابری، رفاه، جامعه انسانی و اینکه ما مردم برای اینکه یک بار برای همیشه از شر جامعه سرمایه‌داری با تمام نابرابری‌هاش، جامعه حکومت اسلامی با تمام تبعیض‌گری‌ها و سرکوبگری‌هاش و استبداد مذهبی، سیاسی و غیرش خلاص بشید، بیایید به زیر یک پرچمی متحد بشید که این پرچم امکان رهایی همه جانبه را به شما میده. اگر ما از الان تو این اهداف خودمون تخفیف بکنیم، به اصطلاح وارد بکنیم و یا رقیق بکنیم این اهداف رو، به مردم کم فروشی کردیم و از نقطه نظر ما این یعنی این که کنار گذاشتن خواست مردم و ما اینجا نمیتونیم کوتاه بیاییم. مردمی که دارن تلاش میکنن که یک بار برای همیشه سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و جامعه رو از این مشقات و مصائبی که برش موجود هست، از زندگی فقیر و فلاکتبار و مذهب زده و اسلام زده و استبداد زده و دیکتاتوری زده ای که وجود داره خلاص بکنن، به این مردم نباید کم فروشی کرد. تمام حقیقت رو باید گفت و چیزی جز حقیقت به مردم نباید گفت. از نقطه نظر ما این یعنی گرد آمدن به سوی پرچم آزادی و برابری رفاه و به این اعتبار ما مردم رو با اردوی خودمون دعوت میکنیم. آقای شایان آریا، شما در نظرتون در ارتباط با اینکه نقطه کلیدی برای پیشبرد مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی چی هست؟ بتونیم مطرح. ببینید مطالبی که آقای جوادی میفرمایند، ببینید این اتفاقا این دقیقا همین به اصطلاح از ذهنیت تمامیت خواهی برمیاد که با واقعیت های جامعه ایران جور در نمیاد. یعنی اینکه شما به جامعه ایران، حالا احزاب اپوزیسیون رو به کنار بگذارید، جامعه ایران مثل هر جامعه دیگری در سرتاسر دنیا مردم عقاید مختلفی دارن. بعضی ها ممکنه راست باشن، بعضی ها چپ باشن، بعضی ها مذهبی هستن، بعضی ها نیستن، بعضی ها اینکه این تصور و این رویایی که همه بتوانند در زیر یک پرچم در رابطه با نظام آینده به عنوان کلش فرض بفرمایید همه مردم کمونیست بشن، همه مردم نمیدونم فرض بفرمایید سلطنت طلب بشن، همه مردم این بشن، همه مردم اون بشن، این از یک ذهنیت تمامیت خواهی برمیاد که حالا هر چقدر هم که در به قول معروف زرورق زیبا و شیرینی هم پیچیده بشه، اصل مطلبش همون هست. یعنی اینکه عدم قبول و رضایت به اینکه مردم کشور ما مثل همه کشورها از افراد گوناگونی به اصطلاح نه گروه ها، افراد گوناگونی تشکیل میشن که این افراد هر کدومشون بسته به تجربه زندگیشون، بسته به خواستهاشون، بسته به آمال و آرزوهاشون یک سری به اصطلاح خواستهایی دارن که اینها لزوماً با هم یکی نمیتونه باشه. یک نفر کمونیست هست، یک نفر مشروطه خواه هست، یک نفر چیز دیگری هست و اینها این رو باید قبول بکنیم، همه ما قبول بکنیم که در نهایت عرض شود که در یک نظام دموکرات همه این افراد و گروه ها این شانس رو میتونن داشته باشن که حرفشون رو بزنن، آمال آرزوهاشون رو با مردم به طور آزادانه و بدون ترس و وحشت در میون بگذارن، برنامه هاشون رو ارائه بدن و در انتخابات مردم انتخاب بکنن که حالا این نماینده کمونیست هم فرض بفرمایید برود به مجلس یا این
نخست وزیر یا حالا رئیس جمهور هر که هست عرض شود که او هم یک مدتی این فرصت رو داشته باشه که یک مقدار از برنامه هاش رو اجرا بکنه و در عمل مردم نتیجه بگیرن که کدوم یک از این راه حل ها واقعا کارساز هست، واقعا میتونه مشکلاتشون رو حل بکنه. این رو اگر ما قبول نکنیم، اصول اولیه دموکراسی رو ما اگر قبول نکنیم، خب وضعیتمون همین هست که بله. ممنون آقای آریا. علی جوادی شما در ارتباط ببینید من به چند تا نکته میخوام اشاره کنم. اولا اینکه تمام آزادی رو خواستن، تمام برابری رو خواستن، تمام رفاه رو خواستن و به این اعتبار متهم شدن به تمامیت خواه، من این اتهام رو میپذیرم. تلاش ما برای اینه که به یه ذره آزادی، به یه ذره برابری، به یه ذره لغو کوتاه کردن دست مذهب از جامعه رضایت ندیم، بلکه همه آزادی رو بخوایم و مردم رو به این اردو دعوت بکنیم و مردم رو ازشون بخوایم که انتخاب سیاسی که انجام میدن مبتنی بر این چارچوب ها و معیار ها باشه، چرا که مبتنی هستش بر خواست خود مردم، مردمی که زیر ستم جمهوری اسلامی، زیر به اصطلاح ستم تبعیض و نابرابری طبقاتی جامعه سرمایه‌داری و در این وضعیت قرار گرفتن. این به نظر من اتفاقا به دل مردم بیشتر میشینه و خواست مردم رو بیشتر منعکس میکنه. ببینید ما تجربه خونین همه با هم رو در دوران خمینی داشتیم. خمینی هم میگفت همه بیایید با هم بر علیه شاه. اون زمان ما حتی بحث میکردیم که یه آدم مرتجعی مانند خمینی اگر رأس قدرت قرار بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ پاسخ این بود که بحث بعد از مرگ شاه. پاسخ این بود که بعدن بحث میکنیم، بعدن میریم راجع به اختلافات صحبت میکنیم، بعدن. چرا که تلاشی برای خاک ریختن روی اتفاقا تفاوتهای سیاسی موجود در جامعه سعی میکردن بپاشن تا بتونن هویت مرتجعانه و ضد انسانی خودشون رو مخفی نگه دارن. اتفاقا امروز تاکید روی اختلافات سیاسی، روی اینکه جایگاه نیروهای سیاسی کدوم هستن و از نقطه نظر ما دعوت جامعه به اردوی ما که برای رهایی همه جانبه جامعه تلاش میکنیم امر واقعی هست. ببینید جامعه تا زمانی که تحزب نیافته به صورت جدیتری، تا زمانی که انتخاب پرچم سیاسی صورت نگرفته، کماکان در این کشمکش جدال دائمی هست. هنوز جامعه از نقطه نظر ما انتخاب نهایی خودش رو برای اینکه کدوم پرچم سیاسی تفوق داشته باشه در جامعه نکرده. صحبتایی که آقای شایان آریا میکنن در رابطه با انتخاب سیاسی در جامعه نیست، مکانیزم وجود تحرک در جامعه را دارن مطرح میکنن. ما معتقد هستیم به آزادی های بدون قید و شرط سیاسی در جامعه، همگان باید آزاد باشن. فاشیست، قوم پرست، سلطنت طلب، کمونیست، ضد مذهب، مذهبی هست، همه باید آزاد باشن. اما هر کدوم امر خودشون رو پیش میبرن و ما مردم رو به اردوی خودمون، به این امری که داریم دنبال میکنیم دعوت میکنیم. مسلما انتخاب با مردمه، اما کار ما به مثابه یک حزب سیاسی دعوت کردن به این اردوه و سوق دادن و نشون دادن مطلوبیت پروسه ای رو که ما برای تحولات داریم مد نظر داریم. از شما آقای شایان آریا، در موقعیتی که جامعه دچار بنبست بشه و جامعه با مسئله خطر فروپاشی روبرو باشه، آیا فکر میکنین جریانات راست و چپ، حتی جریاناتی که معتقدن نمیشه وارد اتحاد عمل شد، آیا فکر میکنین که در اون موقعیت آیا میتونن جریانات وارد یه سری توافقات با هم بشن؟ مگر ببینید من یه مطلبی عرض بکنم. ببینید تفاوت یک گروه فرض فرمایید فرهنگی با یک حزب سیاسی فرق میکنه. ببینید یه وقت از شما داره یک گروه فرهنگی میگه که ما نظرمون لزومن به قدرت نیست، ما میخواییم فرهنگ جامعه رو فرض بفرمایید عوض بکنیم، میخواییم به مردم فقط آگاهی رسانی بکنیم. خب اون یک بحثیست جدا. حزب کمونیست کارگری میتواند بگوید که من میخوام روی فرهنگ مردم کار بکنم، من میخوام مردم رو متقاعد بکنم که فرض بفرمایید کمونیسم چیز خوبیست، لزومن هم به اصطلاح نظر به قدرت در حال حاضر ندارم و تا زمانی که اکثریت مردم، حالا 100% مردم، 90% مردم، هر چقدر که
لازم باشه فعالیت میکنن و برام مهم نیست که چه کسی در داخل ایران در حال حاضر هر شبت که حکومت داره. خب اون یک بحثش جدا، اون اشکالی نداره، ولی وقتی یک به اصطلاح شما راجع به حزب سیاسی صحبت میکنید، حزب به اصطلاح یا اگر تمامیت خواه نباشه، اگر به اون میزان از رشد و عرض شود که بینش سیاسی رسیده باشه، میدونه که در هیچ کجای دنیا هیچ حزبی به 100% خواستهاش نخواهد رسید، بلکه بعد سبک سنگین بکنه و ببینه که عرض شود که چه میزان از برنامه‌هاش رو میتونه اجرا بکنه، چه میزان از خواستهاش رو میتونه برآورده بکنه، چه میزان از این به اصطلاح اهدافی رو که داره عملی هست در حال حاضر و به همون قناعت بکنه. این چیزی است که تمام کشورهای دموکرات و تمام جوامعی که به این حد از رشد و بینش سیاسی رسیدن این رو قبول کردن و قبول میکنن و در همین چارچوب هم کار میکنن. این است که این خواستی که ما به اصطلاح انقدر به اصطلاح کار خواهیم کرد که به 100% خواست همون برسیم، خب این میشود گفت یک رویای غیر واقعی است یا نشأت از این میگیرد که انسان اصول دموکراسی رو و واقعیت‌های جامعه رو باش بیگانه باشه، و یا اینکه عرض شود که اونقدر تمامیت خواه باشه که براش مهم نباشه که الان مردم چه بلایی داره سرشون میاد. به قول ببینید شما راجع به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، فروپاشی جامعه ایران دارید صحبت میکنید. وقتی که وضعیت مملکت و وضعیت ملت ایران در یک چنین وضع اسفباری است و یا در یک چنین موقعیت خطیری قرار گرفته که هر لحظه ممکنه فجایع بزرگی در مملکت به وقوع بیفته، حکومت بریزه، شورش های کور به وجود بیاد، هم عرض شود که حالا حمله های خارجی و اینها که اینا به کنار بمانند، این مسائل به وجود بیاد و سرنوشت 80 میلیون انسان در به اصطلاح این خطر وجود داره براش و در خطر فروپاشی وجود داره، دیگه تکیه بر این که من به 100% خواستهام برسم به نظر من اگر حالا نمیخوام بگم خائنانه، اگر به اصطلاح بید از سر چیز نباشه، خبث نیت نباشه، از سر شاید بی‌تفاوتیه، شاید از لحاظ عدم درک واقعیت‌های موجود در اون جامعه باشه که انسان براش اصلا مهم نباشه که بر سر این 80 میلیون چه میاد، مهم براش این باشه که من در رویای خودم هر شبت که یک جامعه عالی نمیدونم بی عیب و نقصی رو در نظر دارم، یا مردم به اون میرسن یا در همین نکبتی که هستن. علی جواد شما بله، مرسی، خیلی ممنون آقای علی جواد. شما در ارتباط با این که آیا امکان هیچ توافق و سازشی میتونه بین جریان راست و چپ موجود باشه در موقعی که جامعه ممکنه دچار بن‌بست بشه، و همچنین در پاسختون میتونه راجع به نکاتی که الان آقای آریان مطرح کردن توضیحاتون بده؟ ببینید، من علل اصول هیچ گونه توافقی رو از پیش رد نمیکنم، حداقل نظر شخصی خودم رو دارم میگم تو این چارچوب. به نظر من امکان داره شرایطی پیش بیاد، جامعه در مواجهه با وضعیتی قرار بگیره که نیروهای نامتجانس ناچار بشن برای گذر از اون وضعیت یا تحول دیگه‌ای رو که مد نظر دارن با همدیگه توافقاتی انجام بدن. اما اتحاد برای رسیدن به اهداف مبارزاتی احزاب غیر متجانس به نظرم امر غیر ضروری و غیر مطلوبی هستش. این دوتا کاملا متفاوته. امکان داره فردا حزب کمونیست کارگری با یه جریان دیگه‌ای بگه بر رابطه با فلان وضعیتی که برای مردم پیش اومده، مثلا زلزله‌ای که در فلان جا اتفاق افتاده، ما نیروهامون رو مشترکاً برای مثلا سازمان دادن به مردم آسیب دیده به اصطلاح در یه چارچوبی قرار میدیم. این کاملا متصوره. یا اینکه مثلا جریانات قوم‌پرست یا جریانات جنگ طلب امکان داره مثلا چنان وضعیت خونباری رو به وجود بیارن که نیروهای متفاوت بگن ما آتش‌بسی رو اعلام میکنیم،
فلان اقدام رو در دستور قرار میدیم و غیره و این کاملا متصوره. اما تصور این که برای رسیدن به سوسیالیسم از نقطه نظر من و آزادی های بدون قید و شرط سیاسی و یه جامعه مرفه من بتونم با جریانات طرفدار سرمایه‌داری یکی بشم و بگم این بخشی از اهدافمونه، به نظرم این دروغ به مردم گفتنه و ما این کارا نیستیم. ما قرار نیست برای رسیدن به اهداف واقعی خودمون راههایی رو پیش بریم که خاک پاشیدن به مردم معنی میده. ببینید تمام ما برنامه ما، اهداف اعلام شده سیاسی ما دکوراسیون فیلم‌های هالیوودی نیستند که زمانی که اتفاقا پای به اصطلاح چالش جدی در مبارزه کشیده شد بگیم حالا این داره میذاریم کنار تا بعداً به اصطلاح ببینیم چه اتفاقی میفته. ما اتفاقا برای روز بارونی، برای روزی که آفتاب نیست، برای روزی که آفتاب درخششی روی پدیده‌های سیاسی نمیندازه میخواهیم، تلاش داریم میکنیم، میگیم اونجاها روی اصولمون، روی چارچوبای واقعیمون، روی خواست و نیاز واقعی توده مردم در جامعه تاکید میکنیم و پاش ما میسیم. و فرق ما با نیرویی که اتفاقا سیاست براش بازیچه است نه امر آزادی و رهایی مردم، شاید در همین باشه. ما خواهانی نیستیم که در اصول سیاسی که منافع مردم رو منعکس میکنه تخفیف بدیم. میفهمم جایی امکان داره برای رسیدن مثلا به گذر از وضعیتی توافقی با نیروی سیاسی مقابل بکنیم، ولی برای رسیدن به اهداف خودمون فقط نیروهایی که در این اهداف مشترک هستن میتونن. ببینید جریانی که امروز شاه خودش رو داره، کاندید شاه بودن خودش رو داره، یا جریانی که رئیس جمهور خودش رو داره، منظورم مجاهدین هستن و غیره و اینا، اینا با مردمی، با نیرویی که میگه مردم باید انتخاب بکنن، توسط شوراهاشون باید چهره های مبارزاتی دنبس سرنگونی جلوی جامعه بیان، امثال بخشی ها، اسماعیل بخشی ها، امثال کارگران فرات چهره های قهرمانان جامعه هستن، اینا با هم دیگه متفاوتن، اینا با هم دیگه قابل جمع شدن نیستن، مثل آب و روغنن که با هم دیگه قاطی نمیشن و خوبم نیست که اتفاقا بشن. ما البته به پایان برنامه داریم میرسیم. آقای چایان آریا، فقط در دو دقیقه به نظرتون آیا امکان هیچ توافق و سازشی بین جریانات راست و چپ موجود هست و یا نه؟ امکانش وجود داره، منتها خب شرطش بر این هست که همونجور که عرض کردم مردم به گروه های مختلف، به هم که به مردم اعتماد بکنن، که مردم به هر حال در یک جامعه دموکرات تصمیم درست رو خواهند گرفت و اگر هم حتی اشتباه بکنن در یک جامعه دموکرات این فرصت رو خواهند داشت که این اشتباه رو جبران بکنن. ببینید آقای جوادی میفرمند ما به دنبال آزادی های بدون قید و شرط همه هستیم. خب این آزادی ها این هم میشود که مردم هر شبت که یک چیزی خلاف اون چیزی که ایشون میخوان بخوان. اگر واقعا به مردم ما اعتماد داریم و اعتقاد داریم که اونها هستن که باید تصمیم بگیرن، اگر تصمیم گرفتن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر و فرض بفرمایید رهبر سمبولیک آینده به عنوان پادشاه مشروطه باشه، اینو دیگه باید بهش احترام گذاشت. حالا کسی شخصا خوشش میاد یا نمیاد دیگه اون بحثیست جدا. وقتی از کارگران صحبت کردن، خب همین پریروز هفته پیش در کیش دیدید کارگر زحمتکشی در میدان فریاد جاوید شاه میزد و از کارگران حمایت میکرد و خواستار آزادی کارگران و هم کاران خودش در سرتاسر کشور بود. ببینید مردم رو اگر ما به اصطلاح بهشون اعتماد داشته باشیم و به یک نظام چارچوب یک نظام دموکرات اعتماد داشته باشیم، این فرصت به همه میده که به خواستهاشون برسن و خواستهاشون رو مطرح کنن و تصمیم گیرنده نهایی مردم باشه. بله. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. این احتمالاً آخرین برنامه سال 2018 خواهد بود. امیدواریم که سال 2019 سال سرنگونی رژیم اسلامی و سال رسیدن مردم به آزادی و برابری و یک زندگی بهتر باشه. ما همینجا براتون سال خوبی رو آرزو داریم. علی جوادی و شایان آریا، با تشکر بسیار زیاد از شما در شرکت در برنامه امروز خط آتش، سال جدید رو به شما نیز تبریک میگم. منم متعاقبا سال نو رو به شما و آقای شایان آریا و همچنین به مردمی که برای آزادی و خلاصی از شر
وضعیت موجود تلاش میکنن. تبریک میگم، امیدوارم که سال نو سالی باشه که همونطوری که در سال 2018 شاهدش بودیم، جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی گامهای بسیار بلندی برداشت، این گامها به سرانجام موفق خودش برسه و بتونیم آزادی رو، برابری رو، رفاه رو برای مردم به ارمغان داشته باشیم. ممنون. به همچنین من هم سال نو رو به همه تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی برای همه هموطنانمون در پیش رو داشته باشیم. با تشکر.